سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید. با ویدیوی دیگر از سری ویدیوهای علوم غریبه لایتناهی در خدمتتون هستم. عزیزانی که دنبال کننده کانال نیستن لطفا سابسکرایب کنن تا جمعمون بیشتر بشه و از وجود هم دیگه بیشتر استفاده کنیم و از علم هم دیگه. ویدیو رو لایک کنید تا به عزیزان بیشتری برسه. اگر دوست داشتید زنگوله رو فعال کنید، برای من کامنت بنویسید خوشحال میشم، و اگر دوست داشتید بازم ویدیو به اشتراک بگذارید. عزیزان من، همون ویدیویی که توی تیتراژ اول دیدید و مشاهده کردید که چه اتفاقی افتاد، اون بر حسب فرمول هایی که بهش دادن رسید به هدفش، و اون شخص دومی هم بر حسب تجربه ای که داشته، همون چیزی که توی راهنمای رانندگی یاد میگیرید دیگه، میرید برای امتحان دست فرمون، اون مربی یادتون میده دیگه. مثلا بهتون میگه پارک دوبل چجوری برید، یک ماشین میبینه توی جاده ایستاده، بهت میگه بیس مستقیم، یعنی کلا صاف با اون ماشین بیس، حالا دنده عقب بزن، برگرد عقب، برگرد عقب. وقتی دیدی نصف درب شاگرد رسید به پشت صندوق ماشینی که میخواید پیشش پارک کنید، فرمونتو تا آخر بشکن و برو عقب. و وقتی دیدی نمیدونم نوک ماشینت، نمیدونم کجای ماشینت، دیدی رفت به افتاد روی صندوق عقب، پارک کن دیگه، ها فرمونتو برگردون، درست پارک میکنی. این چیه؟ این یک فرموله، این علمه، فرمول بداد. ولی تو وقتی گواهی نامه بگیری دیگه نگاه نمی کنی که چجوری باید اینو فرمونو اینجا بشکنی، دیگه میای پارک میکنی، خودت میدونی کجا باید فرمونو بشکنی و بری داخل و پارک کنی ماشینو، دیگه از این قواعد استفاده نمی کنی. خب این چی شد؟ اون علم بود، این تجربه. پس نه علم کامل میشه بدون تجربه و نه تجربه بدون علم به دست میاد. این هم داشته باشید، مکمل هم دیگه هستن. عزیزانی هستن که میان و میگن استاد مگه چی داره؟ یه دوتا ابجد یادمون میدی، نمیدونم ابجد وسیط، نمیدونم صغیر کبیر، یه چند تا فرمول هم بمون میدی میشیم استاد. نه خیر، تو میتونی یک ماه تلس نویس بشی، ولی نمیتونی یک ماه استاد بشی. استاد بودن یک اسم نیست، یک کنیه است که به اون شخص نسبت داده میشه. طرف میگه به استاد مگه چیه؟ اینا همه شو رو یاد میگیرم دیگه تلس می نویسم. نه، تجربه خیلی مهمه، مهمتر از اصلا از علمه. شما مثلا یک مثال دیگه توی علوم غریبه بذار براتون بیارم. شما مثلا میاید یه جنی رو احضار میکنید و اشتباهی یک جن دیگه رو باش احضار کردید، درسته؟ شما وقتی این جنی که احضار کردید مثلا مال شر بود و خیر و نمیدونم بخشایی بود و یک کلمه اشتباه زدی و کلا یک جن دیگه هم باش احضار کردی، چه اتفاقی میفته؟ درگیرشون میکنی دیگه، به تو آسیب میزنن، به خودشون آسیب میزنن، چون دوتاشون دعوت شدن. ولی تو چی میخوای ازشون؟ اینجا گیر میکنی نمیدونی، ولی وقتی استاد باشی این اشتباه نمی کنی، و اگر اشتباه کردی میتونی جمعش کنی. الان بهتون یه مسئله دیگه میگم. ببین عزیز من، من یه بار توی جاده داشتم میومدم یه جای سراهی بود، یه ماشینی از روبروم داشت میومد، منم داشتم روبروش میومدم. خلاصه اونی که از روبروم میومد عجب دست فرمونی داشت، عجب دست فرمونی داشت، یعنی کلا هر چقدر بگم دست فرمونش 20 بود. خودش بخوش هم 12-13 سالش بود، اصلا سرش هم معلوم نبود از شیشه جلویی. من فرمون این ور گرفتم، خودش هم فرمون این ور گرفت، گرفتم این ور، این هم این ور گرفت، به هم میخوردیم دیگه. اون عقلش به این نرسید که مثلا ایست کنه، گفتم من چمه، من باش دارم میام این میره ایست، استوب کردم ماشینو وایسوندم، خودش هم این ور کرد، رفت رد شد. من اگه مثل خودش ناشی بازی در میوردم میزدیم به هم دیگه. این بهش میگن تجربه. اون علم داشت، علم رانندگی رو داشت، ولی تجربهشو نداشت. اون تجربه ای که عقلش بهش میگه در این لحظه این چنین تصمیم بگیر رو نداشت. پس شما بهتون گفتم میتونید تلس نویس بشید،
تو یک ما تلس نویس بشید ولی نمیتونید استاد بشید تو یک ما. این تجربیات میخواد، خیلی چیزها هستن. من یک مثال ساده براتون آوردم. مثلا من زمانی که کم تجربه بودم، این برمیگرده به 12-13 سال پیش، نمیدونم در مورد تلسم و کلن تلسمی که میشکرین چیکار میکنید بهتون گفتم یا نه، ولی خلاصه شو بهتون میگم. من یه تلسمی رو شکستم اون زمان، 12-13 سال پیش اومدم یه تلسمی رو شکستم. من باید این وسط چیکار کنم؟ اونو اسیر کنم که تعویل بزرگش بدم. من چیکار کردم این وسط؟ ناشی بازی. ببین این ناشی بازی اینه، من که یه موکل دارم، موکل مواظب منه، بهش گفتم برو جلو. متوجه شدی؟ واسه یک لحظه غفلت تحویلش دادم، بهش گفتم برو جلو، واسه یک لحظه غفلت اون از اون در رفت، اون چیز اون جنه، در حالی که اون یا میکشتش یا دیگه کلا تنبیهش میکنه، تنبیه عصبی، ولی زهرش رو ریخت، زد سمت، نمیدونم چی بهش میگن، کشاله است چی بهش میگن، نمیدونم، زیاد فارسی لاغر میشه بعضی وقتا، نمیدونم چی بهش میگن، زد نزدیک بود یعنی داغونم کنه. این یک لحظه غفلته، دیگه بعد از اون این غفلته نکردم. چرا؟ چون تجربه کسب کردم، چون علمو داشتم ولی تجربه رو نداشتم. این بهش میگن تجربه. الان من وقتی الان اینو بهتون گفتم، گفتم چنین اتفاقی واسه من افتاد، دیگه شما چیکار میکنید؟ دیگه حذر میکنید. اگر استاد یک ماه شدی، اگر تلس نویس یک ماه شدی و اومدی اسیر کردی یک جنی که مال تلسمه و خواستی تعویلش بدی، دیگه حذر میکنی. چرا؟ چون من تجربه رو به تو منتقل کردم. پس تجربه خیلی مهمه. وقتی میگم رفتیم 8-9-10-11-12-15 سال درس خوندیم تا استادمون گفت شما استادید، اون استاد یه زمانی شاگرد بود، پس میفهمه چی به من بگه، میفهمه کی به من بگه تو آزادی، برو استادی. از نظر من بیا قسم نامتو بخون و ریاضتتو بکش و روحانیتتو بگیر و برو. به خداوندی خدا قسم، شاید نمیدونم بهتون گفتم یا نه، ببینید من شروع علوم غریبه که رفتم براش تو همون عراق بود، استادمون رفت یمن، رفتم دوباره، مجرد بودم و سنم پایین بود و جیبم پر پول بود، کار میکردم، رفتم دنبالش یمن. خلاص رفت یمن، رفتم دنبالش، رفت مصر، از قاره آسیا خارج شد، رفتم دنبالش، سودان، بازم قاره افریقا، رفتم دنبالش. خوب زبون اون وریار بلد بودم، هم مصری ها هم سودانی ها. از افریقا هم خارج شد، رفت بوسنی هرزگوین. بوسنی هرزگوین فکر کنم همه تون میدونید، اروپا 52-53 تا کشور غیر از این اونایی که هنوز به رسمیت شناخته نشده، کلشون 50-52 تا است دیگه. اروپا تنها کشور مسلمان اروپا بوسنی هرزگوینه، سارایوو هم پایتختش دیگه. رفت اونجا، رفتم دنبالش، رفت روسیه، رفتم دنبالش، تا زمانی که دیگه بهم گفت ولم نمی کنی تو. برو ریاضتتو بکش، بسه. گفتم نه، باید استاد بزرگتر از اینها باشم، در حالی که سنیم نداشتم، 26-27 سالم بود. گفت بابا تو تضمین، اصلا تضمین از من، برو استادی، برو ریاضتتو بکش، تموم شد بره. اون تو خود مصر بهم گفت ریاضتتو بکش، ولی من سودان و بوسنی و روسیه هم رفتم دنبالش تا گفتم استاد من الان باشه. تجربه خیلی مهمه. فکر نکنید با دو تا کلمه که یاد گرفتید شما تونستید نویسنده بشید یا خواننده بشید یا استاد بشید. فوت کوزه‌گری خیلی مهمه، اون خیلی مهمه. تو یک کوزه رو کامل میکنی، این همه سختی میکشی، فوتش رو بلد نباشی هیچی کار نکردی. من روزی حرفی زدم، یکی ناراحت شدم، فکر کنم ناراحتش کردم با حرفم، واقعا بهش گفتم تو تکیه دادی و نمیدونم داری تقبه میشکنی، این حرفا بهش گفتم، واقعا هم ازش معذرت میخوام. منم یه چیزایی میخوای، نمیدونم چی بود، چی گفت یادم نیست. در هر صورت حرکت الحبایب کذابه، عربا میگن، یعنی دعوای عزیزان دروغه.
در هر صورت میگم تجربه خیلی مهمه. شما هر چقدر که تجربه دارید سعی کنید تجربتون رو بیشتر کنید، بعد بگید ما میخوایم اون مدرک رو بگیریم. دوستتون دارم، سرتون به درد آوردم و عزیزان منی و خیلی زیاد البته به اندازه وزش باد. خدا حافظ عزیزان منی.